با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیزم، سودابه یزدی برنت هستم. صبح بعد از ظهر شب خیلی خوب رو برنامه‌تون آرزو میکنم و اینکه برنامه امروز راجع به سوال و جواب هستش و تا اونجایی که برسیم سوال های شما دوستان عزیزم رو جواب میدم، ولی همونطوری که میدونین اگر که علاقه من هستین که سوال های شما کلیتر و ریشگیتر جواب داده بشن که دیگه خودتون میدونین باید یک جلسه خصوصی بگیرین که بتونیم کاملا ریشه یابی بکنیم. سلام به همه بچه های دوستان عزیز فیسبوک و همینطور اینستاگرام. خب دوستان، امروز رو میخوام شروع بکنم، یه ذره توضیح بدم راجع به سیاره شناسی و ستاره شناسی که در کجا ایستادیم. همونطوری که میدونین داریم وارد لیبرا میشیم و لیبرا اون ترازو هستش که خب میدونین ترازو همیشه داره بالا و پایین میکنه چیزها رو که ببینه چی خوبه چی بده، آیا این راه درسته این راه اشتباهه. و شک نکنیم که دوستان لیبرای ما که پر از محبت و عشق و همه اینا هستن فوق‌العاده مشکل دارن با تصمیم گیری. لیبرا همیشه براش سخته که بتونه تصمیم بگیره و در این حال معمولا ما در این دوستانمون کسانی رو بیشتر پیدا میکنیم که خیلی مهر طلب هستن و دنبال عشق و تایید و همه این داستان ها. در این حال در حال حاضر ما ماه رو در پایسیز یا ماهیامون داریم که میدونیم فوق‌العاده دوست داشتنی و عاشق و نمیدونم اهل هنر و ما نویسنده ها میوزیشن ها نمیدونم نویسندگان فوق‌العاده زیادی رو نقاش های آنچنانی رو توی پایسیز ماهیامون پیدا میکنیم و همینطور چیز پایسیز در مقابل ماه که در پایسیز افتاده در مقابل نپتون که نپتون هم سیاره عاشق پیشه رویا بافه نمیدونم همه این داستان هاست. بنابراین یک جهت ما شروع میکنه خیلی توی رویا میره، دوست داره که همه ولش بکنن بذارن که توی رویاهاش بمونه تصور کنه که خیلی جای خوبی هستش. اما در مقابل اون ما سیاره مرکوری تیز و تندمون رو داریم که اون در مقابل ساترن که معلم خیلی چه میدونم معلم سختگیر ما هستش، اون دوتا در مقابل همدیگه قرار گرفتن که یک اسپکت سختی رو به وجود میاره و امروز هم براتون یه پست دادم که پریسا جون درست میکنه میذاره راجبه اتفاقایی که توی این هفته خواهد افتاد از نظر انرژی کل یونیورسا. پس بنابراین زمانی که مرکوری تند و تیز و باهوش و خوش صحبت و نمیدونم میخواد حرکت بکنه در مقابل ساترن براش خیلی مشکل میشه، جاش سخت میشه، به خاطر اینکه ساترن میدونیم که معلم بد اخلاق، همه رو بازیابی میکنه، زیر سوال میبره چی یاد گرفتیم چی یاد نگرفتیم. نتیجتا الان وقتیه که ساترن و مرکوری در مقابل همدیگه میخوان که همه گره ها باز بشه و ما مطمئن باشیم که بدون هیچ بلاکی قفلامون باز شده و همه این داستانا. از 5 اکتبر که تقریبا 13 روز دیگه میشه سیاره زیبای ما ونوس به عقب برمیگرده. ونوس هر 2 سال یک بار به مدت 40 روز به عقب برمیگرده. نتیجتا وقتی که ونوس چیه؟ نماینده زیبایی خلاقیت ماست، نمیدونم عشق به خود، ارزش به خود، ساختن، به دست آوردن چیزهاست، لیاقت داشتن و همه اینا. نتیجتا اینجا خواستم یه هوشیار بهتون بدم که از 5 اکتبر 13 روز دیگه حواستون باشه که در این زمان پلاستیک سرجری نکنین، به سر و صورتتون ور نرین، عمل جراحی نکنین، چون زمانی که این سیاره ونوس مستقیمه موقع خیلی خوبیه برای اینکه ما
ما به همه کارامون برسیم و خودمون رو زیبا کنیم و لاغر کنیم و مدل مومون رو عوض کنیم و رنگ مومون رو عوض کنیم و خونه زندگی رو عوض بکنیم و تغییر بکنیم، زیبایی بیشتری بیاریم. ولی وقتی این سیاره 40 روز به عقب میره، هر کاری که ما بکنیم خراب میشه، نتیجتا دوباره کاریه و نمیدونم از این داستان هاست. پس اینو خواستم یک آپدیت بهتون بدم که بدونین از این نظر کجا ایستادیم. بریم سر سوالامون. این سوال فکر می‌کنم از طرف یک آقا هستش، به خاطر اینکه پرسیده بودن که چجوری میشه نهایت عضله رو بسازم، سایز بگیرم، در عین حال نهایت چربی رو چربیمو از دست بدم. اوکی. و این که بازم دو مرتبه اینجا میخوام بگم عزیز که اگر که شما واقعا میخواین نتیجه بگیرین، باید جلسه خصوصی بگیرین، چون زمانی که من میخوام یک پیشنهادی بدم خیلی از مسائل باید بازیابی بشه، ریشه یابی بشه و ببینیم که ما کجا هستیم. ولی اگر بخوام یه جواب خلاصه به شما بدم، جواب خلاصه اینه که میدونیم که الان هفته پیش و یکی دو هفته است دارم راجع به صحبت میکنم که جدیدن اکثر ما داریم برمیگردیم به intermittent fasting، که یعنی من و شما 14 تا 16 ساعت هیچی نمیخوریم. و هفته پیش که برنامه راجع به human growth hormone یا ترشح هورمون رشد بود، گفتیم که این هورمون فوق‌العاده کمک میکنه به اینکه ما وزن کم کنیم، جوان بشیم، میزان پروداکشن کلاژن که اون الاستیسیتی یا سفتی و محکمی پوست رو به وجود میاره، در اثر این هورمون هست، رشد و قد ما و همه این چیزهای دیگه. اوکی؟ پس نتیجتا گفتیم که زمانی که ما اینترمیت فاستینگ رو میکنیم 14 ساعت تا 16 ساعت هیچی نمیخوریم، و نه خیر، برای دوستانی که گفته بودن که آیا این به ما صدمه نمیزنه، نه قربونتون برم هیچ صدمه ای به ما نمیزنه. بنابراین هفته پیش گفتم که من خودم هم الان دارم این کار رو انجام میدم، از ساعت 7 و 8 شب دیگه هیچی نمیخورم تا 10 11 روز بعد. بنابراین این مسئله کمک میکنه که هورمون رشد بیشتر ترشح بشه، بنابراین من و شما وزن هم کم میکنیم. خب حالا برای اینکه من میخوام نهایت عضله رو بسازم، چون گفتیم که دو مرتبه هورمون رشد فوق‌العاده مهمه، با ربط پیدا میکنه به عضله سازی و میزان وزن برداری و بدن سازی که ما میکنیم، اگر که ما بخوام نهایت رشد رو بکنیم، سنگین ترین وزن یک بار، یعنی اینکه خب اینو در نظر داشته باشین، اینجا یه هایلایت باز بکنم، حتما جزوه ورزش و تغذیه من رو بخونین، به خاطر اینکه زمانی که من میگم که بله ما بیشترین وزنه رو برمیداریم، خب نتیجتا اگر من و شما عضله قوی نشده و ما قبلا بدنسازی نکردیم و استرسی روی عضله گذاشته نشده، اگه یه دفعه بیام یه وزنه 20 کیلو 30 کیلو برداریم، به خودمون صدمه میزنیم، درسته؟ پس اول شما باید با وزنه کم شروع کنین، برای خانوما 1 کیلو، حد اکثر 2 کیلو، آهسته آهسته که بدنتون عادت میکنه، بعد هی بالا میبرین، 3 کیلو میشه، 4 کیلو میشه، بیشتر میشه. ولی برای آقایون، چون شما میزان عضلاتون بالاتره، حجم عضلاتون بیشتره، هورمون تستوسترون بیشتر بالا هستش، شما نهایتاً قوی تر هستین و از درصد عضله شما بالاتره. خب ولی برای نتیجه گیری، سنگین ترین وزنه ای که من 1 بار میتونم بزنم و 90 ثانیه طول بکشه، یعنی فرض اگه ما میخوایم بایسپ رو بزنیم، فشار 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 در اونجایی که دیگه درد داره میکشه، حتی نگر میداریم توی اون درده میشینیم، شما میتونید ساعتتون رو ست کنین که 90 ثانیه طول بکشه که شما این رو انجام بدین. زمانی که با این سیستم و متد کار میکنین، شما 2 بار اول در هفته کار میکنین، 2 روز فقط 15 دقیقه. اوکی؟ پس خیلی از پسرا و آقایون اشتباهاً فکر میکنن که هرچی باشگاه اینا باید 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه، نه، اون به شما
نتیجه زود و سریع نمیده. سپرینتینگ حرکات خیلی تند و سریع، سنگین ترین وزنه، اون کمک میکنه که شما سریع بتونین چربی بسوزنین، در این حال عضله بسازین. اوکی؟ پس در اول شما دو بار فرضاً دو شنبه و پنج شنبه میرین باشگاه 15 دقیقه مکسیموم، یعنی توی اون 15 دقیقه دیگه با کسی حرف نمیزنین، چش چرونی نمیکنین، به این اون نگاه نمیکنین. 15 دقیقه که تمام فوکس و تمرکز روی بدنسازی هستش. و بعد اینو در نظر داشته باشین که من توی جزوه‌م هم گفتم که زمانی که من و شما داریم ورزش میکنیم، یک مقداری از اون با تقسیمش کردم توی جزوه‌م، گفتم یه مقداری از اون میزان وزنه، سنگینی وزنه، متد و روش درست انجام اون حرکت هست، یک مقدار زیادی از اون خواب شب و کیفیت خواب شب من و شما هست، یک مقداری از اون تغذیه من و شما هست، و یه مقداریش قدرت تخیل و تصور منه. اوکی؟ پس اینا رو همه رو سه تا آنلاین کورس من که 18 تا کلاسه، یکی از اونها در مورد تغذیه است، یکیش ورزشه، یکیش کاهش وزنه که توی اون ستا توضیح داده شده، بعد یه دونه کورس 12 هفته کاهش وزن داریم که تمام رمز و راز عضله ساختن، نهایت چربی سوزوندن، تمام اطلاعات تغذیه‌ای، کی میخوریم، چی میخوریم، چه اندازه میخوریم، چه ساپلمنت هایی استفاده میکنیم و زمان استفاده اون ساپلمنت ها کی هستش، چه میزانی برای چه شخصی با چه سنگینی متد ورزشی، تمام اونا توی اون 12 جلسه کورس کاهش وزنه، به اضافه جزوه ورزش و تغذیه که من کاملا تمام اینا رو توضیح دادم. در اونجا ما یک چیز داریم، یه گلایسمیک ایندکس براتون دادم که به سه تا قسمت من تقسیم کردم. گلایسمیک ایندکس چیه؟ یعنی که زمانی که من و شما یک غذایی رو میخوریم، های گلایسمیک، فرضاً مثل برنج سفید و قند و شکر و چیزای ساده، بلا فاصله قند و خون من و شما رو روی هوا میبره. میدیوم اون وسطه که یه سری از مواد غذایی یه مقداری مثل کارپای پیچیده بالا میبرن. Someone is trying to annoy me. Keep calling. و لو گلایسمیک ایندکس داریم که چه مواد غذایی خیلی کم روی قند خون ما و روی میزان ترشح انسولین اثر میذارن. تمام اونا توی جزوه ورزش و تغذیه هستش برای کسایی که میخواین اینو بگیرید. این از این سوال. دوست دیگه ای پرسیده که آیا ذکر هونوپونو باعث پاکسازی میشه؟ 100% عشقم، الان چندین ساله که من هم توی برنامه های تلویزیونم، هم توی آنلاین کورس، هم توی کلاس های 22 قدم، توی اونجا من اینا رو توضیح دادم که هونوپونوپونو توضیح دادم مثلا اصلش از کجا اومد، از اون روانکاوه مال چیز هلند، نه هوایی، و بعد توضیح دادم که گفتن این چهار جمله I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you، من خودم رو دوست دارم، خودم رو میبخشم، متاسفم، متشکرم، تکرار این چهار جمله میتونه خاطرات بد گذشته، و به خاطر اینکه کانسپت اصلی این بود که برای دوستانی که نمیدونن راجع به هونوپونوپونو، که جو وایتالی هم یکی از کسایی بود که توی DVD The Secret صحبت کرد و خیلی بعد از اون کتاب و نمیدونم این داستان رو در بود و خیلی کورس میذاره،
ایمیل لیست بندرم همیشه اینا بمبارد میکنن، اون چند نفری که توی The Secret بودن تمام مدت روزانه دارن ایمیل میفرستن. ولی کلن جو وایتالی گفتش که خیلی اضافه وزن داشت و با اضافه وزنش خیلی این برانور کرده بود، چیزهای مختلف رو امتحان میکنه تا اینکه چند بار به صورت ما میگیم تصادفی ولی غیر تصادفی ایشون چیز میکنن راجع به این روانکاو متوجه میشه که این روانکاو نزدیک 200 نفر بیمارهای روانی آنچنانی رو درمان میکنه بدون اینکه حتی اینا رو ببینه. بنابراین خیلی کنجکاو میشه که مگه میشه آدم کسی رو نبینه و بتونه درمانش کنه، اونم بیماری روانی رو که توی سایکیاتریک هاسپیتال چه میدونم اونجایی که روان بازان رو نگر میدارن. خلاصه اینو دنبال میکنه، اول باش جلسه خصوصی میگیره و بعد پا میشه میره هاوایی، با هم دیگه دوست میشن که با هم دیگه سمینارها و کنفرانس‌های گذاشتن. و بعد ایشون میگه در اونجا توضیح میده، میگه که هر زمانی که من پرونده اینا رو برای من میآوردن نگاه میکردم، من دائما این چهار جمله رو تکرار میکردم، چون متوجه میشدم که اگر این داره به توجه من میاد پس نتیجتاً این در منه. و با تکرار این چهار جمله I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you، با گفتن تکرار این چهار جمله من اون دراما یا تراما یا اون چیز رو پاک میکنم. و اصل این داستان همش همینه. توی آنلاین کورسم یکی از کلاساش راجع به این کاملا توضیح دادم، تجربه من از زمانی که من رو توی تلویزیون گفتم و همه این داستانا، افراد روی این قضیه قسم خوردن که واقعا در مشکلات خیلی آنچنانی و بدجور تکرار روزانه این چهار جمله بهشون فوق‌العاده کمک کرده. پس یس و بله به این. دلیل ریشگی سرماخوردگی مزمن چیه؟ سرماخوردگی 100% به امیون سیستم، سیستم ایمنی و دفاعی ما کار میکنه و نقش داره. اوکی؟ پس نتیجتاً گفتیم که سیستم دفاعی یا ایمنی ما در گربه بندر میخواد بیاد تو، هی سر و صدا میکنه. گفتیم که 80-85% سلامتی ما در شکم هستش، ریشیو میزان باکتریای خوب به باکتریای بد. نتیجتاً زمانی که درصد باکتریای بد بالاتر هستن، سیستم ایمنی و دفاعی من و شما ضعیف‌تره. و برای همین یه سری براتون لیست ساپلمنت گذاشتیم، اگر که لطف کنین روی کانال‌های من اینستاگرام و تلگرام و روی فیسبوک هم هستش، برای کسایی که سیستم ایمنی و دفاعی ضعیف دارن یه سری ساپلمنت نوشتیم. اولیش هم پروبایوتیکس هستش که میزان و درصد باکتریای خوب رو بالا میاره. بعدش اکنیشیا. اکنیشیا یکی از گیاهان فوق‌العاده برای سیستم دفاعی و ایمنی فوق‌العاده مهم هستش. و بعد اینکه ویتامین سی میدونیم فوق‌العاده کمک میکنه، خیلی از اوقات به خاطر اینکه این قضیه از سیستم عصبی میاد، ادرینال ساپورت که 10 گیاه هستش که قده ادرینال رو محافظت میکنه، جلوگیری از ترشح کورتیزول میکنه و و و و. اینم از این داستان، میتونین اونو نگاه کنین عزیز. کسی که در تصمیم گیری قفله و حتی بین دو تا تصمیم هم میمونه و نمیدونه چی کار باید بکنه، اولا که اگر که واقعا ریشگی میخوای عزیزم، بیا توی این وبینار جدیدی که من دارم راجع به سولمیت و نیمه دوم. و من اینو بارها گفتم ولی خیلی از دوستان گول اسم اینو میخورن و فکر میکنن خب ما که ازدواج کردیم خدا رو شکر چقدرم که همه رابطه ها این دور و زمونه خوبه و درصد طلاق ما هم که میبینیم که درصد طلاق در هر کجا چقدر پایین است، اما مشکل رابطه نداریم، برای چی میان این کورس رو برداریم؟ اما گفتم که این راجع به این نیست. در واقع ما تمام قسمت ها رو ریشه یابی کردیم،
در مورد قفل‌های ما، که قفل‌های ما اصلا از کجا شروع میشن و راه حل چیه. نتیجتاً من پیشنهادم این استش که یه خورده شما هم حداقل به خودتون زحمت بدین، یه ذره سرمایه گذاری بکنین، بیاین توی این وبینارها. یک شنبه آیندهم گفتم که 12 جلسه ما هست، تمام اینا رکوردهاش برای شما فرستاده میشه. وبینار من از طریق زوم میرم که کانفرنس کال هستش که بچه ها راه نماییتون میکنن تمام from A to Z که چجوری ثبت نام کنین، چجوری وارد بشین. کلاس هایی که انجام شده همشون رکوردشون برای شما فرستاده میشه. یک شنبه آینده گفتم راجع به EFT که یکی از دوستانم پرسیده آیا EFT میتونه ریشه های کلی رو درمان کنه و دارین کلی این رو درس میدین و توضیح میدین. 100% عزیز، و در جلسه 12 come on up here، در جلسه 12 قرار هستش که تمام شرکت کننده های این دوره یک بازرسی بشن که چیکار کردن، چجوری این 11 جلسه بهشون کمک کرد. چون در معمولا در آخر هر کدوم از این وبینارها من با 2 یا 3 نفر کلاس وبینار رو باز کردم برای سوال و ما ریشه یابی کردیم و رفتیم توی قضیه که مشکلشون از کجا اومده و راه حل چیه، حالا چه کار میتونن بکنن که این مسئله رو حل بکنن. اوکی، پس این در مورد اینه. ولی برای تو عشقم 100% ببینیم، ما یه قضیه هستش که فلج، فکر میکنیم که فلجیم در قسمت‌های مختلف. یه قسمت دیگه هستش که ما فلجیم در کمک گرفتن، و من فکر میکنم بیشترین و بزرگترین فلجی ما در مورد اینه که میدونیم قفلیم، میدونیم که نمیتونیم حرکت کنیم، میدونیم که فلجین، اما واقعا دنبال پیدا کردن راه حل و ریشش نیستیم. کاری در اون قسمت نمیخوام بکنیم، چون دیگه بعد از این همه سال قربونتون برم، این همه برنامه و این همه ویدیو و این همه داستانی که من گفتم، دیگه قضیه نبوده که شما میتونین داشته باشین یا قفل و بلاکی که تا حالا من روش کار نکردم باش مواجه نبودیم یا نتونستیم برطرف و رفعش بکنیم. پس اگر شما واقعا ریشگی میخوان قضیهتون حل بشه، این مسئله هست. راجب بیماری ویتلگو، بیماری هستش که میدونین تیکه های تیره و سفید با همدیگه قاطی میشن. این مشکل و بیماری چند تا جنبه داره. یکی از اون قسمت‌هاش دوباره همونطوری که میدونین که من واقعا معتقدم که اون قسمتی که در شکم چه میگذره، در گاتس، در روده، در شکم، در معده، یه چند هفته پیش بود که برنامه گذاشتم راجع به چه سیبو small intestinal bacteria overgrowth، که وقتی که باکتریای بد که قرار نیست توی روده کوچیک برن به اونجا راه پیدا میکنن، نتیجتاً 80-85% داستانای ما از اونجا شروع میشه. بیماری های پوستی گفتم که 2 تا قسمت رو من همیشه نگاه میکنم، یکی همون قسمت گاتس یا شکم و روده بزرگ و روده کوچیک و معده و این هاست، یکی دیگه یه بخش دیگهش کبد هستش که کار فیلتریشن رو انجام میده. ولی در مورد این بیماری هورمون ها هم قاطی هستن، بنابراین برای اینکه ما بتونیم این بیماری رو ریشگی حلش بکنیم، هر 3 بخش اینا باید دیده بشن و روی هر 3 بخش اونا باید کار بکنیم. همونطوری که میدونیم ما در تمام مریضی ها و بیماریمون استرس و انگزایتی نقش فوق‌العاده بزرگی داره، چون به محضی که میزان استرس ما بالا میره و کنترل نمیشه، اون میشه زمینه مسائل دیگه. یعنی در واقع استرس یه جوری همه چیزهای دیگر رو، اون ویک لینک های ما، فرضاً اون قسمتی که من ضعیفم، اگه من توی لوزالمعده ضعیفم، اگر توی کبد ضعیفم، اگر توی قلبم ضعیفم، اگه توی تیرویدم ضعیفم،
استرس اینا رو فعال میکنه، مثل اینکه یه نورافکن میندازه و اینا شروع میکنن فعال میشن و خودشون رو نشون میدن. اوکی، پس بنابراین در مورد این مسئله ما باید خیلی قسمت ها رو نگاه بکنیم و ببینیم که توی هر کدوم از اینها چه کار باید بکنیم. در این زمان با این بیماری میدونیم که تپش قلب خیلی بالا میره، مشکلات قلبی به وجود میاد و بعد یکی از چیزهایی که به صورت غیر انفرادی اگه درست بگم کمک میکنه به این قضیه، لایت ها و چراغ‌های قرمز هستن که اینا رو هم شما میدونین که توی بعضی از جاهایی که میرین تن بکنین توی اونا دارن آلفرادت هستش. چون الان ما بیشتر فرضاً ببینین ما مشکلی که با کامپیوتر داریم، چون خود منم کارم جلسه هایی که میذارم اکثرا با سکایپ هستش که از روی لپتاپ انجام میدم، تمام کارم بیزنسم روی لپتاپه، بنابراین من از صبح تا شب ساعتهای زیادی رو روی لپتاپ هستم و لپتاپ دلیلی که ما خیلی خسته میشیم، چون مثلا یه دفعه من میبینم که فوف یه و انرژیم خالی شده بعد از یکی دوتا جلسه، به خاطر لایت آبی هستش که کامپیوتر میده و اون کامپیوتر چون مغز ما نمیتونه اون نور آبی برای فانکشن یا کار مغز ما خوب نیستش، بنابراین قرمز خیلی بهتره. نتیجتاً چون مغز ما میدونیم که رنگ‌های مختلفی رو بیرون میده و جذب میکنه، فرضاً رنگ زرد یا قرمز یا آبی اون جوری که روی مغز اثر میذارن متفاوت هستن. یکی از پیشنهادهایی برای کسایی که آیتی هستین و خیلی مدت جلوی کامپیوتر هستین مثل من، یکی از پیشنهادهایی اینه که الان یه عینکایی اومده که قرمز و نور آبی کامپیوتر رو میگیره یا حالت نارنجی داره که اون اشعه آبی رو میگیره و اون خیلی کمک میکنه به اینکه ما دیرتر خسته بشیم و حالت خوابالودگی یا انرژیمون کشیده بشه. اوکی، پس من پیش اکوپانچریست خودم هم که سالیان ساله هر از گاهی پیشش میرم، کره‌ای هستش و اصلا خداست توی همه این قضایا، اونم همیشه وقتی که من میرم یکی کاپینگ میکنه، مرسی عشقم، کاپینگ هم میشه، کاپینگ میشه وقتی که مثل تلمبه میندازن، تلمبه هم شاید نه، توی ایران زالو و اینا میندازن توی میدل ایست و این داستانا که خون رو میمکه، کاپینگ اینجا این اکوپانچریست هم که من میرم پیشش مثل چیزای پلاستیکی میمونه، میبنده و اینو سفت سفت سفتش میکنه، بعد هی عوضش میکنه، جاشوی از عوض میکنه که بعد بدنتون همه تیکه تیکه جای اینا کبود میشه، ولی از اون طریق خون رو میکشه. ولی خب توی ایران که شما این داستانای شنیدم که نمیدونم خراش میندازن یا زالو میندازن یا هر کدوم اینا، به خاطر اینکه زمانی که خون کشیده میشه دو مرتبه خون دوباره چیز میشه. یکی از چیزای دیگه که کمک میکنه این هستش که چون من کارای چیز زیاد میکنم و نمیدونم تجربیات زیاد میکنم، یکی از اونها اینه که شما با آمپول خون خودتون رو میگیرین و دو مرتبه تزریقش میکنین به بازوتون یا یه جای دیگه، و زمانی که اینو میدونیم که برای زیبایی و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه هم ازش استفاده میشه، ولی یکی از کسایی که یکی از چیزها جراحای برزیلی هستش که یکی از دوستان من هستن و من با اینا یه زمانی رفتم همون دوره خارج شدن روح از بدنم کورسشو با اینا برداشتم. برزیلیا خیلی توی روح و نمیدونم این داستانا خیلی پیشرفته و چیز هستن و این دوست من که جراح هستن الان دیگه پیرن کار نمی کنن، ولی هم موقع به من گفتن که برای خیلی از فرضاً زانو دردایی که زانوی خیلی بدجور که میخوان عمل بشه یا همه این داستانا، ایشون میگفتن که فقط از این روش استفاده میکنن که خون افراد رو میگیرن و دو مرتبه تزریق میکنن، در این زمان بدن بلا فاصله
سیستم ایمنی و دفاعیش 400 درجه جامپ میکنه، میاد بالا، بنابراین خیلی کمک میکنه به دو مرتبه انرژی گرفتن و نمیدونم چیز و اینا. برای همین هستش که الان روش هایی که، چون میگم همه ما میخوایم جوون باشیم و خب خیلی از افراد به خاطر جوون موندنشون هی میرن پولای علکی میریزن، جراحی میکنن و بوتاکس میزنن و پوست رو میکشن و نخ میکشن و از این داستانا، ولی ما راه دیگه هم داریم که اون راه های طبیعی همونطوری که گفتم، چون تمام اینا برمیگرده به هورمون رشد. و توی برنامه هفته پیش اگه اونو ندیدین برین روی یوتیوب دو مرتبه نگاه کنین که من توضیح دادم که از چه طریقی ما میتونیم هورمون رشد رو، ترشحش رو بیشتر بکنیم بدون اینکه بخوایم پول آنچنانی و پول جراحی و همه این داستانا رو بدیم. پس بنابراین این مسائل فوق‌العاده کمک میکنه به این قضیه و این بیماری. میگم اگر که هر کسی که این سوال رو پرسیده جلسه خصوصی بگیرین، چون واقعا باید ریشه یابی بکنیم. و بهتون بگم این بیماری نیستش که انتظار خوب شدن سریع داشته باشین، برای اینکه میبینیم که برای بعضی از افراد واقعا بدن دیفورم شده، یعنی تیکه های لکه های سیاه تمام قسمت رو گرفته و بعد قسمت های سیاه و سفید و روشن و نمیدونم همه این داستان ها. برای همین خیلی از افراد شروع میکنن هی روی اون آرایش میکنن، ولی خب اون یه سرپوشیه، چیزه که میدونیم دو مرتبه به مسی که شما حمام بکنه یا هر چیزی اون از دست میره. اینه که میگم ما باید روی، برای این بیماری باید روی گاتس کار بکنیم، باید روی کبد کار بکنیم، باید روی تنظیم هورمون ها کار بکنیم. این چون این آرو امیون دیزیز بیماری هستش، بدن به خودش حمله میکنه و چون بدن در آرو امیون دیزیز، زمانی که بدن خودش به خودش حمله میکنه، خب میدونیم که گلوتن فرضاً یکی از چیزایی هستش که گلوتن که گفتیم یک تک امینو اسیده که در گندم و جو و بیشتر غلات و حبوبات هستش و زمانی که ما بهش آلرژی داریم و میخوریم اونو، بدن به عنوان یک شعاع خارجی نگاه میکنه و بلافاصله به خودش حمله میکنه. نتیجتا این آرو امیون دیزیز میشه و بعد شک نکنیم که در این زمان خب MS و نمیدونم چه میدونم برم معده و روده و بعد چیز آرتروز و همه اینا به وجود میاد. پس کسانی که این بیماری رو دارن 100% چون زمینه آرو امیون دیزیز هستش، باید خیلی قسمت ها روش نگاه بکنیم. روی سیستم عصبی باید 100% کار بکنیم، روی فود الرژی، آلرژی های غذایی تا چیز باید حفظ بشه، به خاطر اینکه کوچکترین چیزی فرضاً در این زمان وقتی که شما به لبنیات آلرژی دارین پیدا کردین یا نمیدونم به گلوتن، یه ذره خوردنه اون نمیدونم یه تیکه نون سنگک، نمیدونم نون هولگرین، دو مرتبه همه سیستم رو به هم میریزه. بنابراین جلسه خصوصی و همینطور اینکه همه خیلی بخش ها در مورد این بیماری باید دیده بشه. راجبه پانیک اتک، پانیک اتک خب زمانی که گفتم که ما استرس زمینه، گفتیم مشکلات و بیماری های متفاوت میشه، دیویدی یا سی دی استرس و افسردگی من اون پایه اولیه هستش که توی اونم من راجبه پانیک اتک، شوک های عصبی که به تدریج به وجود میاد صحبت کردم. ولی کلا میخوام یه چیزی رو بگم اینجا و اون این هستش که اگه من بخوام یه جنبندی کلی بکنم که اکثرم براشون نه جذابه نه توجه میکنن، این هستش که اون بخشی که داره بیماری و مریضی رو به وجود میاره کدوم بخشه. و همونطوری که میدونین در این همه برنامه و لایو و آنلاین کورس و و و و من میگم که همیشه من زمانی که انسانها رو به دو بخش از وسط تقسیم میکنم، میگم سمت راست ما ذهن و
ایگو یا منیتن که با هم دیگه شریکن و سمت چپمون روح و قلبن و من و شما اینو متوجه نیستیم که او پس من دوقلو متولد میشم، چون آگاهی به این دوقلو متولد شدن ندارم. زمانی هم که من جلسه خصوصی میگیرم همه افراد وقتی میپرسم میگم که کی داره این حس و یا این احساس رو در تو به وجود میاره، میگن خب خودم دیگه، چون همه ما فکر میکنیم که ایگو یا منیتی که داره ما رو در زندگی پیش میبره اون ما هستیم. نتیجتا هممون در یک توهمیم که آره تمام این هویت ها که من دختر کیم و پدر کیم و شغلم کیه و کارم چیه و زن کی هستم و افسرده ام و من هیچ وقت کارا رو نمیتونم پیش ببرم و و و و ما فکر میکنیم که همه اینا من هستم. خب و خیلی من لایو گذاشتم و راجع به این قضیه صحبت کردم که چطور میشه که من و شما بیام تو این دنیا و بعد از 70 سال 80 سال هنوز متوجه نشیم که یک انتیتی یا یه موجود دیگه تا به امروز برای من و شما فکر کرده، برای ما حس کرده، برای ما رو فلج کرده، عمل و عکس العمل نشون داده و بعد من و شما اصلا آگاه نیستیم که این یک موجود دیگه است که ما رو در بند انداخته. بعد هی میخوام بدونیم که میدونیم که فلجیم ولی نه کنترل روی فکرمون داریم، نه کنترل روی حسمون داریم. بارها به خودمون قول میدیم که از فردا این کار رو شروع میکنم، از فردا، ولی اون فردا هیچ راه نمیاد، بعد دوباره بیشتر خودمون رو میزنیم که تو که گفتی از فردا، بازم فردا اومد نشد و در یک سایکل ناآگاه تیره وحشتناک همجوری چرخ میزنیم. اینم یه انتخابه. و هر چی که من میگم دوستان عزیز، شما میان اینجا دو تا سوال میپرسین و بعد میرین چهار تا برنامه رو روی یوتیوب نگاه میکنی، ولی همه چی نصف کاره است به خاطر اینکه هیچ کدوممون نمیان واقعا برای این خود که در یک اشتباه و در یک توهمیم که این خود کیه، هیچ کدوم از ما فکر نمیکنیم که این مهمترین قضیه است. بنابراین یه ذره منو گوش میده میگه آره راست میگه، ولی فردا دوباره یادتون رفته. اوکی؟ پس پنیک تک از کجا داره میاد؟ کی داره میگه که من پنیک تک دارم؟ خب اولین سوال نباید این باشه که کیه؟ خب شما وقتی که من اینو میپرسم میگم کی داره خودش رو آیدنتفای میکنه یا چسبونده به پنیک تک، شما میگین خب منم دیگه. حالا اگر من و شما بخوام یه مقدار عمیق‌تر بشیم و بگیم خب این من کدومه؟ من سمت راسته؟ این قول شماست که فقط ایگو و ذهنه، یا اون قول شماست که روح و آگاهه؟ و واقعا دارم اینو بدون اقرار به شما میگم، تا به امروز با این همه جلسه که من گذاشتم یک بار نشده که افراد در این اشتباه و توهم نباشن که روحشون نیست. چون 100% افراد وقتی میگم از کجا میاد میگن خب روح همه دیگه، روح من صدمه خورده، روح من شکسته شده. نه بابا، روح آگاهه. و چقدر من توی لایو اینو گفتم، وقتی که من آگاهم که شکست نمیخورم، وقتی که من آگاهم که صدر، همه اینو از ناآگاهی میاد، ولی هیچ وقت شما نمیگیرین اینو که ببینین چه ایگو یا منیت زبلی که اصلا اجازه نمیده که شما متوجه حضورت بشین، همه آتیشاشو داره میسوزونه، بعد میریزه سر روح، میگه روح داره این کار میکنه، روح تو قلبش شکسته، روح تو اینجوری شده، روح تو سنگینه. نه بابا جون، روح ما با این همه رینکارنیشن اومدن و رفتن و با این همه تجربه باور داشته باشین که به این ناآگاهی نیست که همش عمل و عکس العمل نشون بده و بهش بر بخوره و نتونه ببخشه و مشکل داشته باشه و فلج داشته. اینا همه بازیای منیت. اوکی؟ پس اگر که تو میخوای بدونی که چجوری جلوی پنیک تک رو بگیری،
اول باید بپرس که پنیک اتک از کجا میاد، بعد که قبل از اینکه این سوال رو بپرسی باید متوجه دوقلو بودنت باشی. پس پیشنهاد من برای شما اینه که از آنلاین کورس شروع کنی. چرا؟ به خاطر اینکه آنلاین کورس من اولین کلاسش رو شروع کردم با من کی هستم، Who am I؟ که سوالی هستش که همه ما بالاخره یه موقعی یه روزی یه جایی باید بپرسیم که من کی هستم. و بعد این اشتباهی که همه ما فکر میکنیم که ما برای یک هدف و قصد خیلی مهمتر اومدیم و باز ایگوی ما رو میندازه به دنبال این که بریم ببینیم این قصد و هدف مهمتره که ما اومدیم چیه. آقا بی خیالمون، اول بیان پیدا کنین که شما کی هستین. اگر شما آیا امکان اصلا فراموش کنه اینو، آیا امکان داره که اصلا قصد و هدف من در این دنیا اومدن اینه که آگاه بشم به این دوقلو بودنم، که اگر از این طرف برم از منیت و ذهن برم دائما زجر میکشم، دائما راضی نیستم، کافی نیست، اشتباهه، خانواده اشتباه، ازدواج اشتباه، درس اشتباه، اون کار اشتباه بوده، اون اتفاق اشتباه بوده، آدم ها هم اشتباه، همه چیز اشتباهه، یا از اون طرف روح بیام با اون آگاهی که همه چی درسته و همه چی سر جاشه. دیروز در وبینارمون که داشتیم راجع به زوج انتخاب کردن صحبت میکردیم و شکیبا جون گفتش که اکثر در رابطه اکثر خانم ها مردی رو که انتخاب میکنه، اکثر خانم ها با آقایون مشکل دارن چون بیشتر با پدرشون مشکل دارن و اکثرا پسرا با ما نو ام ساری بله پسر ما دخترا با پدرشون و پسرا با مادرشون. گفتم اوکی، زمانی که ما از روانشناسی به رابطه نگاه میکنیم این یه جنبه قضیه است، اما زمانی که از دید اسپریچوالیتی یا عرفان نگاه میکنیم که یک بُعد بالاتر هستش، بعد در عرفان ما مرد و زن رو از هم جدا نمی کنیم چون کل عرفان یک انرژی و یکی بودنه. اوکی؟ پس در اونجا من و شما دو نوع انرژی داریم، یا انرژی دامیننت و تأثیر گذاره یا انرژی پسیو و تأثیر پذیره. و رفتیم توی کل دیتیل و جزئیات که یک کسی که انرژی تأثیر گذاره اون خالقه، اون میسازه، موقعیت ها و چیزها رو نگاه میکنه، بررسی میکنه، اگر دوست داره برای پیشرفتش، حالش، روحیش بهش کمک میکنه نگه میداره، اگه دوست نداره شیوه و شکایت و نمیدونم فلج و چیز نیست، عوضش میکنه. انرژی تأثیر پذیر برعکس اونه. انرژی تأثیر پذیر قربانیه. انرژی تاثیرپذیر اتفاق میفته، هیچی دستش نیست، تو اینجا متولد شده، کشورش رو دوست نداره، خانواده‌اش درست نبودن، ازدواجش درست نبوده، انتخاباش درست نبوده، اتفاقا همه سرش افتاده، اون انرژی تاثیرپذیره. و من صحبت کردم که همه چی از اینجا شکل میگیره، که انرژی تاثیرگذار نمیتونه با یک انرژی تاثیرگذار، دو تا دامیننت آبشون توی جوب نمیره، نمیتونن توی رابطه با هم دیگه برن، نتیجتاً باید بیاد اون انرژی، باید یه انرژی رو باش باشه که تغذیهش کنه، که ساپورتیف باشه، محافظت کنه، مکملش باشه که بتونه در راهش پیشرفت پیدا بکنه. بنابراین میاد با انرژی تاثیرگذار مچ میشه، در این حالی که انرژی تاثیرپذیر متنفر از ضعف و قربانی و نمیدونم چیکار کنم و وای من بدبختم، همش اشکم داره میریزه و دلم برای خود بیزار از این قضیه. پس تمام اینا رو من توضیح دادم که چجوری مشکل پیش میاد، که این انرژی نمیتونه با انرژی دامیننت یا تاثیرگذار دیگه توی رابطه باشه،
نتیجتا مجبور میشه جذب انرژی تاثیر پذیر بشه، ولی تمام مدت نپذیرفتن این انرژی هستش که براش ضعیفه، که دوستش نداره، که میخواد قدرت پیدا بکنه، که میخواد این و اون بشه. و از اون طرف توضیح دادم که انرژی های تاثیر پذیر چجوری قربانی هستن و جذب اینا میشن، و اونها هم به خاطر اینکه همیشه لوکاپ میکنن، نگاه میکنن به این انرژی و براشون خیلی جذابه، همیشه خودشون رو جدا از اون انرژی میبینن. نتیجتا یک حسرت و کمبودی درشون هست و این رابطه تنها صورتی، هر رابطه‌ای میتونه درست بشه که ما اصل مسائل رو بفهمیم. دوستان، مگه غیر از اینه که این دنیا از انرژی به وجود اومده؟ همه چیز انرژیه. اگر که من دانش شناخت انرژی رو نداشته باشم، چجوری میخواد موقعیت های من، رابطه های من، اتفاقهایی که میفته، چیزایی رو که من جذب میکنم درست، و چجوری میخوام اونا رو درست انتخابشون بکنم؟ پس اگر من و شما برگردیم به عقب و انرژی رو در اول بشناسیم و آگاهی رو به دست بیاریم، این زندگی، من همیشه گفتم این زندگی انتخابیه. زندگی روی کره زمین آسون نیست به هیچ شکل و فرمی، چالش درش خیلی زیاده. این چالش ها زیبایی و قدرت من و شما رو بیشتر میکنن. اوکی؟ اما من و شما میتونیم همین ها رو با کمال آرامش و عشق و پذیرش و تبدیل به یک بهشتش بکنیم، یا میتونیم در ناآگاهی تبدیل به یک جهنمش بکنیم. این انتخابیه، بهش یا جهنم. خب حالا ذهن من و شما الان، ایگو زبل شما نشسته داره گوش میکنه و منیت بلافاصله میگه خب بهش، 100% بهش، من و شما هم گول اینو میخوریم، اوکی بهش. ولی چجوری؟ تا آگاهی نباشه، در عدم آگاهی، اینجا هیچ وقت و به هیچ شکل و فرمی درس ها ساده و راحت نمیشن و اینجا هیچ وقت تبدیل به بهش نمیشه برای کسی که ناآگاهه. چطور من میتونم قربانی باشم، انرژی تأثیر پذیر باشم، اتفاقا خارج از من سر من بیفتن و بعد اینجا بهش باشه؟ آخه اینو با هم دیگه نمیخونن بابا. ماتماتیکس، اگه من و شما یه دو چارتا هم بتونیم ضرب و تفریق بکنیم، متوجه میشیم که این دوتا باید با هم دیگه بخونن. کجای کار اشتباهه؟ اشتباه ما اینه که ما تمرکزمون میاد روی نداری، روی چیزهایی که درست نیستند، مریضی و بیماری، و همه تمرکز شیفت میشه رو اون و میخوایم اونجا رو میخوایم درستش بکنیم. حالا من میگم یه راه دیگه هست. راه دیگه چیه؟ که بارها من اینو گفتم، در آگاهی همه چیز حل میشه، دیزاف میشه. به جای اینکه من بیام تمام این مشکلایی که شما دارین و لیست سوالایی که اومده، به جای اینکه بخواین تمرکزتون رو بذارین چجوری روی این مریضی یا این فلج بودن یا این پنیک اتاک کار کنین، خب بیان روی یک سلوشن اساسی که این سلوشن رو به هر چیزی که شما بزنین اون رو براتون به صورت معجزه درستش میکنه. ارزش این چقدره؟ میتونیم روش قیمت بذاریم؟ یه چیزی که اگه من تا حالا تو رابطه خوب نرفتم میتونه حلش کنه، اگر همیشه دنبال پول دویدم و آخر ما پول کم آوردم حلش بکنه، اگر نمیدونم رابطم با خانواده و با این و با اون و چیز خرابه حلش بکنه، مریضی و بیماری رو حلش بکنه. چه قیمتی شما میتونین روی این بذاری؟ هیچی، پرایسلس، اصلا نمیشه قیمت روش گذاشت. خب حالا
من به شما میگم بیاین آنلاین کورس رو بگیرید، ولی نمیگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه من در تمام این دوران زندگیم، از بچگیم که همیشه مغز و سیستم مغزی انسانها بر من جذاب بود، داستانای آدم ها بر من جذاب بود، میخواستم ببینم که مغز انسانها چجوری کار میکنه و چی انگیزه در اونا به وجود میاره، چی باعث میشه که حرکت کنن یا برعکس اون نکنن و فلج بمونن. خب نتیجتا حدود 6 ماه من فکر میکردم که در این آنلاین کورس چی بذارم، کدوم قسمت کمه، اینا رو همه رو تو مجموعه آوردم توی هم دیگه. کلاس اول گذاشتم من کی هستم، من نه ذهنمم نه حسمم نه فیزیکمم، پس کیم. کلاس دوم رو راجع به مدیتیشن گذاشتم، چرا امروز میلیونرها بیلیونرها تمام آدمایی که موفق در زندگیان دارن مدیتیشن میکنن، مراقبه روزانه انجام میدن، چرا؟ خب راجع به اهمیتش توضیح دادم، چون اول ما باید بدونیم که یه چیزی چقدر مهمه، بعد اون وقت قدم بعدی رو برداریم که یه کاری در موردش بکنیم. اوکی؟ پس بعد توضیح دادم که اوکی، حالا که من و شما متوجه شدیم که مدیتیشن یا ساکت کردن این دستگاه حتی برای 5 دقیقه در روز چقدر مهمه، حالا نرین در اون توهم و به جنگ افکار بیافتین، چون مدیتیشن جنگ با افکار نیست. مدیتیشن نگاه کردن افکار از بیرون و از خارجه. کلاس سوم رو گذاشتم مایندفولنس، در این لحظه حضور داشتن. همه ماها یه فیزیکی داره دور و ور میچرخه، ولی حضوری در این فیزیک نیست. یه چیزی برای خودش بی خودی میچرخه، فکر میکنه، حس میکنه، عمل میکنه، عکس العمل میکنه و چیز میکنه، ولی آگاهی و حضوره در اونجا نیست. بعد ما شک میکنیم که چرا رابطه هامون خرابه، چرا با بچه هامون ما رو دوست ندارم، ما رو نمیفهمن، چرا درک نمیکنه، کس من درک نمیکنه، من دیگران رو درک نمیکنم، من نمیدونم از کره دیگه اومدم، چرا اینا من نمیفهمن، چون شما حضور ندارین. اوکی؟ پس کلاس سوم رو گذاشتم در این لحظه حضور داشتن یعنی چی؟ چجوری باید حضور داشته باشیم و چرا؟ چه فایده ای داره اگه من 100% حضور داشته باشم؟ بعد اومدم توی 7 چاکراها که از زمان اولیه توی تبت و هندوستان و تمام گروه های اون رقم اومدن گفتن که آقا جون در بدن ما چاکراها یا چرخهای متفاوت هستن، اینها چرخش اینها هر کدوم اینها به یک قسمت بدن، به یک قسمت مغز، به یک قسمت احساس وصل میشن و چرخش اینها یا چوب لای این چرخ ها 100% میتونه روی فیزیک و احساس و ذهن و زندگی و همه چیه شما اثر بذاره. نتیجتا 7 تای اونها رو هر کدوم یک ویدیوی 1 ساعته من توضیح دادم که هر چاکرا برای چیه، زمانی که درست کار میکنه چجوریه، زمانی که مشکل داره چجوریه، حالا چجوری بیام این چرخ رو در بیاریم که دیگه مشکل نداشته باشیم. کلاس بعدی رو گذاشتم راجع به تایم منیجمنت، چطور از زمان نهایت استفاده رو کنیم، که همه ما زمان کم میاریم و داریم دنبال زمان میگردیم، ولی هیچکی نمیاد روی بی‌نظمیش و برنامه ریزی و قدم گذاشتن و ایستادن سر اون زمان و این داستانا کار کنه. پس این برای نظم و ترتیب بود. و بعد 3 تا کلاسش که گفتم راجع به تغذیه درست، چی بخوریم چی نخوریم، چطور هر کدوم از مواد غذایی و ساپلمنت ها میتونه روی ذهن و احساس و انرژی و همه این چیزا کار بکنه، راجع به کاهش وزن که یکی از اساسی ترین مشکل ماست که هیچ وقت هم حل نمیشه، روز به روزم بدتر میشه، و یکی دیگه راجع به ورزش بود، چرا ورزش میکنیم
و اثرات اون و متدهای متفاوت ورزش. یکی دیگه از اونها قانون جاذبه بود که هر چیزی که من فکر میکنم و حس میکنم در دنیای مادی خودش رو به من نشون میده. یک ساعت ویدیو راجع به قانون جاذبه. یکی دیگرش رو راجع به عشق گذاشتم. عشق به خود، عشق به دیگران، این چیه؟ امروز براتون یه پست درست نوشتم که پریسا جون درست میکنه میذاره توی کانالا، که اکثر آهنگهایی که ما میشنویم که آهنگای قلبم شکست و منو گذاشتی و رفتی و قلبمو شکستی و تمام این داستانا تو انگلیسی و هر زبانی بالاترین هیتو میخوره، چون اکثر انسانها باش ریلیت میکنه. آره بابا من قلبم شکست، اوکی. اما گفتم چرا این قضیه درست صدق میکنه که سینه ما درد میگیره؟ برای اینکه عشق اولین و ضروری ترین چیزه. شما بچه گربه بگیریم بهش عشق ندین میمیره، تمام اینا رو تحقیقات نشون داده. بزرگترین موتیویشن و انگیزه ما انسان ها در زندگی گرفتن عشق یا نگرفتن عشقه، که به صورت مثبت یا به صورت منفی عمل و عکس العمل میکنه. ولی همه ما در قحطی و کمبود عشق هستیم. اوکی؟ خب پس این عشق چیه؟ و توضیح دادم که این عشق همیشه از من شروع میشه. همه ما اینو شنیدیم ولی بازم نمیفهمیم که عشق به خود، اوکی؟ اون چیزی که من در بیرون میخوام باید اول در خودم داشته باشم و در من وجود داشته باشه. من رابطه آنچنانی عاشقانه چیزی رو که میخوام، اون دریم رو میتونم داشته باشم چه موقع، زمانی که اون رو به خودم بدم. اگه در من نیست، بالا کنین پایین کنین، عمل جراحی کنین، نمیدونم عشوه بیام ادا بیام، نمیدونم هر کاری میخوام بکنین، کار نمیکنه. طولانی مدت کار نمیکنه. چرا؟ چون چیزها از درون کرییت میشن، خلق میشن و در دنیای مادی در بیرون خودشون رو نشون میدن. راجبه عشق. یکی دیگرش راجبه هیلینگ بود، چطور خودمون و دیگران رو شفا بدیم. همه ما در اونجا توضیح دادم بابا جیزوس کرایست، حضرت مسیح، یک کانشسنس، یک شعور جهانی و کلیه. این یه آدم نیست، کسی هم به صلیب نکشیدش، کسی هم الوبل نکرد، خودش هم فدایی نکرد، اینا هم تمام داستانه. ببخشید کریستیانا و کاتولیکا، نظر شخصیه، اوکی؟ ما بگیم کرایست کانشسنس یعنی شعور حضرت مسیح بود که افراد شفا پیدا می کردن. پس در اونجا من توضیح دادم زمانی که ما میام کسی رو شفا بدیم، اولین مرحله اینه که اون شخص رو سالم ببینیم، نه مریض و بیمار. چون اون ارتعاشات انرژی که ما میفرستیم به این شخص، اگر که سلامتیه اون شخص سالم میشه. اگر که داریم فکر میکنیم که اگه اون گفته من سرطان دارم و الو بلم، و ما هم داریم میگیم وای بدبخت بیچاره سرطان، حالا بذار من برات هیلینگ بفرستم، که کار نمیکنه. که شما دارین انرژی بدبخت و بیچاره و ضعف و سرطان، پس همون انرژی رو دارین شما تشدیدش میکنین. اوکی؟ پس که اون یکی از ویدیوها، یک ساعت من راجع به هیلینگ یا شفا دادن، که شفا اصلا یعنی چی، از کجا شروع میشه. اون هر زمانی که من و شما بتونیم به کائنات، به اون آگاهی و انرژی کلی کائنات، یونیورس، جهان هستی، خدا وصل بشیم، یکی بشیم، یا به عبارت دیگه خودمون رو از اون جدا نکنیم، ارتعاشات ما میاد بالا. در اون ارتعاشات بالا ما فقط سلامتی، چیزهای خوب، افراد خوب، موقعیت‌های خوب، فقط اینا رو جذب میکنیم. به محضی که جدا میشیم همه چی منفیه. اوکی؟ پس
تمام کسایی که تو همه زمینه سوال پرسیدین، آنلاین کورس 18 تا کلاس یا جلسه خصوصی. بنابراین بقیه سوال ها رو به همین بستم. همه تونو میبوسم تا یک شنبه آینده خوب و خوش و سر حال باشین و اینکه برنامه ها رو روی یوتیوب و روی همه کانال ها لایک کنین، شیر کنین و تا هفته آینده امیدوار هستم که همه تون روز و شب فوق العاده خوبی داشته باشین و پر از عشق باشین. I love you.